سلام، میخواستم نکاتی رو در مورد خرید املاک در دبی بهتون بگم. عمده ترین دلیل یک سرمایه گذار جهت اینکه بیاد یک خونه رو در دبی خریداری کنه، بحث سود اقتصادی اونه، یعنی اینکه وقتی خونش رو بخواد بفروشه سود کنه، یا اینکه هر ماه بتونه از اجاره اون یک درآمد کسب کنه، یک درآمد خوب، خونش خالی نمونه. ببینید، یه سری نکات وجود داره تو بحث سرمایه گذاری که خب قاعدتا نمیشه تو یک کلیپ همه اینها رو توضیح داد، اما مختصرا میگم چند تا نکته خیلی اهمیت داره در اینکه از لحاظ سرمایه گذاری ما برد کنیم توی اون ملک. یکی از اونها که خیلی مهمه، لوکیشن خوبه، که الان میام روی ماکت اینجا توضیح میدم بهتون. دومین اینکه چه شرکتی باشه، چه امکاناتی اون ملک داشته باشه، و اینکه چگونه ما اون ملک رو خریده باشیم، نقدن یا با شرط پرداخت. بریم روی در واقع لوکیشن، که من این توضیحات رو بدم خدمتتون. ببینید، داشتن یه لوکیشن خوب، مثلا اینجا که برج خلیفه باشه، شما اگر توی داونتاون یا نمیدونم توی دبی کریک هاربور یا مارینا بخواین این خونتون رو خریداری کنید، خب به تبع خیلی بهتره. یا اگر بخواین توی پالم جمیرا این خونه رو خریدا کنید، خیلی این سرمایه گذاری میتونه جواب بده. اما به طور کلی ما الان توی شرکتی هستیم که 3 تا لوکیشن های خوب دبی رو داره، و نکات دیگه که وجود داره یکی یکی پشت سر هم ازش رد میشم، فقط بهش اشاره میکنم. ببینید، و مهمترینش رو میذارم برای آخر. یکی از پروژه هایی که الان موجودی اینجا داره این پروژه است که میرم روی ماکت اصلیش هم توضیح میدم. شرکت تایگر 18 تا پروژه در دبی و 180 تا در امارات شارجه امارات ساخته. این یعنی چی؟ یعنی این که این شرکت حسابی جواب خودش رو پس داده، از لحاظ اعتباری خیلی معتبره، کارهاش رو سر تایمش انجام میده، از لحاظ کیفیت خیلی خوبه، و همچنین با توجه به اینکه الان مشتری خودش رو داره و تضمین مشتریش، از لحاظ امکانات هم تمام امکانات در واقع متعارف رو برای پروژه‌اش گذاشته، از استخر و جیم و سونا و جکوزی و نمیدونم این مدل کارها، نمیدونم باربیکیو و پارک برای بچه ها و همه چیز رو خلاصه در نظر گرفته. پس اینها وقتی که یک مشتری میاد که خریداری کنه براش مهمه، میاد ازتون اجاره بگیره براش مهمه و قیمت بالاتر میره. یه نکته خیلی مهمی که باز وجود داره در بحث در مورد شرایط پرداخته، که من این نکته رو خیلی بهش تاکید میکنم. ببینید، شما توی دبی یه خونه خوب، اوکی، فوق‌العاده آماده تحویل خیلی به ندرت پیدا میکنید. چرا؟ چون فروش رفته، یعنی توی شرط پرداختی که گذاشتن آف پلن در حال ساخت بودنش، مثلا من سرمایه گذار رفتم با شرکت سازنده مشارکت کردم، به تبع قیمتش خیلی برام مناسب تر در میاد. اما اگر بمونم صبر کنم تا موقعی که این خونه آماده شد، دیگه اون موقع من سودی توش نمی کنم، اساسا دیگه رشدش رو کرده، قیمت اون قیمت واقعی بازار شده. اما اگر من بیام یه خونه که مثلا سال 2025 2024 تحویله، بیام توی اون مشارکت کنم، خب طبیعتاً چون در ساخت، در سرمایه گذاری با شرکت سازنده مشارکت کردم، سود بیشتری عایدم میشه. یعنی مثلا میگم اگر 2 میلیون درهم قیمت اون ملک به صورت آماده باشه، پای من چون 2 سال 3 سال قبل از آماده شدم با شرکت سازنده دارم مشارکت میکنم، مثلا 1,500,000 میشه. پس 500,000 درهم بابت این مشارکت فقط سود عاید من میشه. و این رو هم همینجا بگم توی پرانتز که املاکی که از این جهت که جنبه سرمایه گذاری خیلی خوبی دارن، سرمایه گذارها از همه جای جهان، نه فقط اونهایی که توی دبی هستن، اینها رو به عنوان یک بازار املاک و سرمایه گذاری میان خریداری میکنن و بعدا میفروشن. یعنی یه چیزی نیست که بخواد خیلی بمونه،
گاهی اوقات 2 دقیقه ای یک برج کاملا تموم میشه و گاهی اوقات تا 1 هفته 2 هفته و دیگه نمیمونه. پس شما اگر اصل خرید دارید و میدونید که دقیقا هدفتون از خرید چیه، باید با اون مشاور املاکتون از قبل چک کنید، تیک کنید. Thank you so much. باید تیک کنید باش و به اصطلاح پولتون حتی برای بوک کردن به اون مشاورتون بدید که بتونه در لحظه اون ملکتون رو خریداری کنه. پس اگر میخواین یک ملک خوب داشته باشید، باید پیش از اینکه اون پروژه لانچ بشه شما مطلع باشید، یعنی به محض لانچ شدن اونو بوک کنید و نهایتا خریداری کنید. پس الان من نکاتی که گفتم ایناست که لوکیشن خیلی مهمه. فکر کنید اون کسی که میخواد بیاد از شما اجاره بگیره یا بعدم بخره در یه لوکیشن جذابی باشه، از لحاظ کیفیت و اون شرکت سازنده خیلی مهمه، برند باشه، اعتبار داشته باشه، کیفیتش خوب باشه. بعد این شرکت، حالا این نکته‌ای که من لازم میدونم بگم اینی که فول فرنیشه، البته منهای در واقع تجهیزات الکتریکی. و حالا بیام رو 3 تا پروژه هایی که اینجا داره و از لحاظ سرمایه گذاری واقعا گزینه خوبی میتونه باشه، اینه که شرایط پرداخت به 5 مدل مختلف داره. مثلا شما 20% میخواین قبل از آماده شدن تحویل بدید، 80% بعد پرداخت کنید، یا برعکس، یا 50-50 یا 40-60، همه این امکاناتو گذاشته. برای ایرانی ها کش دادن یا پرداخت داشته مثل کریپتوکارنسی خیلی مهمه که این هر دوتا روشش رو داره. بعد از لحاظ قیمتی خیلی قیمتی مناسبی داره، مثلا استودیوش از 490 هزار درهم شروع میشه، دو خوابش تا 1,050,000 و شما با خرید 750 هزار درهم به بالا میتونید خب اقامت هم بگیرید، یعنی با یک واحد یک خوابه دو خوابه راحت میتونید هم اقامت بگیرید هم کیفیت خیلی خوبی داره. بعد لوکیشن های متنوعی داره و این هم جذابیت کارتون رو بالا میبره. حالا یه مرور کلی بکنیم روی این 3 تا پروژه. این پروژه اول من اگر نیاز بود، نمیخوام توی این ویدیو خیلی توضیح بدم، اینجا 2 تا تاور در کنار همه با امکانات خیلی خوب، کلن از لحاظ اینجا استخر اینفینیتیه و این امکاناتی که دارید توی ویدیو میبینید. اگر بخواین خریداری کنید، اون من نکته چیز آخرم نشون بدم، شما بر حسب اینکه چه شرایطی دارید باید با مشاورتون در میون بذارید که مشاورتون بر اساس نیاز شما بهترین گزینه رو بهتون معرفی کنه. خلاصه اینکه شرکت تایگر میتونه یک گزینه خیلی خوب باشه براتون توی 3 تا لوکیشن: دوبیلند، جی وی تی و بیزنس بی الان موجودی داره که البته در حال اتمام هم هست.